روشالات تیوی سلام آرزو می کنم شاد و تندرست و سرفراز باشید از این پس در برنامه در آستانه از طریق مصاحبه ها میزگیرت ها و مناظره ها بررسی های خواهیم داشت در مورد شکل حکومتی آینده ایران و من جمله در مورد فدرالیزم در برنامه امروزمون مصاحبه ای داریم با آقای ناصر ایرانپور محقق و روزنامه نگار که در این مورد تحقیقات نوشته ها و مقالات متعددی دارند آقای ایرانپور خیلی خوش اومدین و تشکر می کنم از اینکه دعوت ما را برای شرکت در این برنامه پذیرفتین با سپاس از شما و درود به شما و بینندگان تلویزیون تی تیوی منم در خدمتون خواهم بود با یک سلسله بحثایی در مورد فدرالیزم برای اینکه بینندگان تی تیوی بیشتر با شما آشنا بشن اگه لطف کنین در مورد تحقیقات و نوشته هایی که در این مورد دارین یه مقدار برامون توضیح بدین چشم ارزم به خدمتتون اولین برخورد من با مقوله فدرالیزم به زمانی برمیگرده که من اون موقع در کالج بودم یکی از نشریات پوزیسیون مقاله داشت تحت عنوان فدرالیزم مسئله ایران نیست این منو برانگیخت که در این مورد بیشتر تعمل کنم اونم از این منظر که خب اگه فدرالیزم آلترناتیوی مناسب برای نظام سیاسی آینده ایران نیست برای نظام, ارز میخوام برای نظام سیاسی کنون نیست ما چه بدیلی میتونیم داشته باشیم مرحله دوم در دانشگاه بود که در حال به سبب اینکه رشتم ژورنالیستیک بود و نظام سیاسی آلمان هم داشتیم و نظام های مختلف رو بررسی می کردیم طبیعتا در مورد فدرالیزم مطالبی رو مطالعه کردم و همواره به این فکر می کردم که آیا این نظام سیاسی متناسب به حال ایران هست یا نیست در طول یک پروسه به این نتیجه رسیدم که ما نه تنها, نه تنها باید این نظامات در ایران پیاده کنیم بلکه راه دیگه هم نداریم یعنی تنها از نظر من تنها آلترناتیو ممکن و دموکراتیک برای آینده ایران یک نظام فدرال باید باشه متعاقب اون یک سرسل بحثایی رو از محققین از جمله آلمانی از زبان آلمانی به زبان فارسی و بخشان کردی ترجمه کردم که خوشبختانه مورد استقبال قرار گرفت از این لحاظ که بخشی از سازمان سیاسی ایران در آستانه این بودن که شعار استراتژیک خودشون رو از خودمختاری یا از نظام های سیاسی در واقع متمرکز به نظام سیاسی فدرالیزم تغییر بدند یعنی این در واقع همپوشی زمانی باعث شد که بر حال من بیشتر ترغیب بشم در این مورد مطالعه کنم و در این مورد مطالبی رو بنویسم و ترجمه کنم تعریفات من در واقع به صورت یک سری مقالات هستش که بخش زیادیش در سایت خودم به نام ایران فدرال انعکاس یافته بخشیش هم در سایت مختلف هستش که حتما معرف حضورتون هستش بله بله تشکر می‌کنم. از فدرالیزم و از مقبولیت فدرالیزم برای ایران صحبت کردین اساسا فدرالیزم چیست و چگونه به وجود اومده کدوم سیستم سیاسی هستش؟ فدرالیزم به لحاظ لغوی یعنی اتحاد، یعنی قرداد برای وحدت، یعنی همگرایی بله فدرالیزم به لحاظ سیاسی به اصلی از سازماندهی سیاسی گفته میشه سازماندهی نظام دولتی گفته میشه که عبارت از حداقل دو سطح حکومتی است سطح مرکزی و سطح منطقه ای فدرالیزم یعنی مشارکت دادن مناطق مختلف در حاکمیت مرکزی در عین اعطای خودمدیریتی سیاسی به هر کدوم از این مناطق این کل فدرالیزمه یعنی فدرالیزم چیز عجیب و غریبی نیست در واقع نوعی از نظام متمرکزه که استقلال داخلی رو به مناطق مختلف میده در این حال که به شیوه جدیدی اینا رو در سیاست کلان کشور مشارکت میده همین خب این سیستم از کی شناخته شده و در کدوم کشور یا کشورها به وجود اومده تا بر خلاف تصور غالبی که در میان سیاسیون ایران هستش فدرالیزم اساسا جدید... جدید نیست فدرالیزمی که از پرسابقه ترین نظام های سیاسی دنیا است به شکل جدیدش فقط جد... تازگی داره ما تقریبا در هیچ کجای دنیا ما حکومت متمرکز نداشتیم حکومت متمرکز اتفاقا شکل جدید حکومت داریه به این معنی که حالا ایران خودمون رو در نظر بگیریم ایران هیچ موقع متمرکز نبوده در ادبیات سیاسی ایران ما به واژههایی واجه هایی چون ممالک محروسه برمیخوریم حتی کلمه پادشاهان از این میاد که ما چندین شاه داریم یه شاه شاهنم داریم اصولا ما نظام سیاسی متمرکزی که برای نمونه الان در ایران داریم این باستاب یا بگیم استمرار منطقی و تاریخی نظام سیاسی ایران نیست ما در ایران نوع نظام فدرال سنتی داشتیم در خیلی از جاهای دنیا داشتیم نظام متمرکز در واقع حاصل ناسیونالیزمه حاصل ملتسازیه که بعد از انقلاب کبیر فرانسه در اروپا و در بعضی از کشورهای دیگه تلاش شد که پیاده بشه و تجربه ثابت کرد که اتفاقا شکستم خورده حالا مقصود شما اینه که خب منشأ تاریخی این نظام فدرال چیه منشأ تاریخی و احتمالا نگاه شما به نظام فدرال جدیده ما در کشوری الان زندگی میکنیم که نامش جمهوری فدرال آلمانه این جمهوری این نظام فدرال چرا تأسیس شد و بر چه اساسی اینا اومدند گفتن که به حال در هر حکومت در هر منطقه یه ما امیر نشین داشتیم یک حکومت داشتیم اینا گفتن بذار این ساختارا بمونه یکی بزرگه یکی کوچکه از اینا یک جمعی رو تشکیل بدیم به اسم آلمان آلمان شد بدون اینکه ساختار از بین بره تو ایران هم داشتیم فقط با این تفاوت که این ساختار رو از بین بردند یه حکومت مرکزی رو در تهران درست کردند تمام ساختارهای منطقی سنتی حکومتی رو از بین بردند در بعضی از کشورها این کارو نکردند برای نمونه در سوئیس در سوئیس ما حکومت مرکز نداشتیم هیچ موقع نداشتیم چندین حکومت منطقی کوچولو داشتیم برای حفاظت از خودشون در مقابل مثلا جنگ خارجی یک حکومت مشترک بین خودشون تشکیل دادند همین پروسه رو ما در آمریکا هم داشتیم یعنی میخوام بگم به شما که فدرالیزم نوین بر اساس نوع فدرالیزم سنتی فقط ایجاد شد فقط دموکراتیزه تر شد نوین تر شد الان مدینه فاضله ایرانیان برای نمونه دويه امارت متحده عربیه امارت مت... ایرانم ایران امارت متحده عربی الانم ایران قدیم بود هر منطقه حکومت داشت ولی امارت عربی متحده عربی... عربی نیومد این مناطق از بین ببره یک حکومت متمرکز و متمرکزی تشکیل بده بلکه اومدند از اینا یه جمع درست کردند میخواد بگم که برخلاف تصور مخالفین فدرالیزم که فدرالیزم یعنی اینکه شقه شقه کردن بعد به هم چسبوندن اتفاقا اینجوری نیست ایران سنتی و در واقع فدرالیزم بوده ما در منطقه کردستان مثلا حکومت ارداران داشتیم مکریان داشتیم و مناطق دیگه ایران داشتیم اینا رو ای کاش این مناطق این ساختار دموکراتیزه میشد ولی استراکچرش باقی میموند به این نحوه که هر کدوم از حکومت ها جای خودشون میموندن در عین حالی که از اینا یه حکومت مشترک تشکیل میشد یعنی همون چیزی که در آلمان اتفاق افتاد همین چیزی که در ارزان به خدمتون سویز آمریکا اتفاق افتاد بنابراین فدرالیزم یکی از با در اساس یکی از با سابقه ترین نظام های سیاسیه این خلاصه ای از من این, این صحبت هایی که شما کردین اشاره کردیم به در واقع تاریخچه بله. به وجود اومدن فدرالیزم و به خصوص فدرالیزم جدید بله. که آغاز میشه انواع فدرالیزم چطوری هستش چند تا هستند کدوم یکی فکر میکنیم بیشتر برای ایران نوع مناسبی هستش بله فدرالیزم واقعا متنوع هستش در همین اروپا چندین نوع چند نو فدرالیزم داریم به عبارت دیگر 23-24 کشور فدرال داریم ما در دنیا فکر میکنم 40 درصد جمعیت دنیا رو در بر میگیرن حداقلش این 23-24 دولت با هم اصلا قابل قیاس نیستند که اینکه اینکه ای اصول کلی همه اینا بر اساس اصول کلی همه اینا فدرال هستند خب پرسش اینجا پیش میاد که فرقشون چیه گفتم نظام فدرال عبارت از نوعی از نظام غیر مرکز که تشکیل شده از حکومت های منطقی حکومت مرکزی و مشارکت حکومت های منطقی در حکومت مرکزی خب اساس این فکر از کجا میاد اصلا فدرالیزم چیه از کجا میاد اساس تفکر فدرالیزم اینه که میگه هر مشکلی در هر جایی پیدا شد وجود اومد اونجا حل و فصل بشه به این میگن اصل سبسیدیاریتی از اصل سبسیدیاریتی مبنای فدرالیزم رو تشکیل میده یعنی چه؟ یعنی مسائل هر منطقه در هر منطقه حل و فصل بشه نه در جای دوردستی که از این منطقه اطلاع ندارند. این, این فلسفه اصلی فدرالیزمه. مثلا در آلمان ما هستیم. مسائلی که به برلین مربوطه. من اینجا چه, خبر، چه خبری ازش داریم؟ مردم برلین میدونن که این مشکلات، این مسائل کجا ایجاد شده؟ چجوری ایجاد شده؟ راه حلش هم چیه؟ حالا، اه 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 این... در حال گفتم مبنای فلسفی فدرالیزمه فرقشون چیه اینا با که مد نظر پرسش شما بود بستگی به این داره که ما ملاک تقسیم بندیمون چی باشه ما به هر حال خارج از این تنوعی که در هر کدوم از کشورها وجود داره میتونیم تمام کشورهای فدرال رو از لحاظ تقسیم قدرت مرکزی یا قدرت سیاسی به دو دسته تقسیم کنیم حکومت های متوازن و حکومت های فدرال نامتوازن یا متقارن نامتقارن حالا فرقشون چیه؟ فرق برای اینکه از حالت تئوری و تجربی بیان بیرون چند مثال میارم بعد این مثال رو من بعد بررسی میکنم و با هم مقایسه میکنم مثلا سویس رو با کانادا مقایسه کنیم هر فدرال در کانادا علت کپک یا کوبک بستگی داره به چه لفظی رو به کار ببریم متفاوت میشه نام بردن از این ایالت یک سری حقوق داره بقیه ایالات دیگه کانادا هم یک سری حقوقی دیگه دارند دلیلش اینه که یک کوبیکی ها یک مسائل ویژه دارند به خاطر زبان متفاوتشون به خاطر حتی درک سیاسی متفاوتشون اینا گفتن بسیار خوب این حق و حقوق مال شما ولی بقیه این حقوق را نمیخواند بقیه ایالت ها یعنی کل ایالت های دیگه در تقسیم صلاحیت ها مشابه همن فقط کوبیکی ها متفاوتند این وضعیت رو در اسپانیا هم داریم کاتالونیا خودشون اصلا یک حکومت دارن یک دولت دارن فعلا در چارچوب اسپانیا هم هستند بقیه ایالت یک سری فقط یه حقوق دارند یک هایی که بقیه دارن همسانه خب به این نظام فدرال در اسپانیا و کانادا میگن نامتقارن نامتوازن به خاطر وضعیت ویژه‌ای که اونجا هستش مثلا در کشوری که میخوان نظام فدرال باشه اگر این کشور از بافت یه اقلیت ده درصدی بگیم و یک اکثریت 90 درصدی برخوردار باشه میگن ده درصد تو این حقوقو داری برای مثلا خودت برای خودت حل فصل کن بقیه میخوان مثل هم باشن دیگه چون ضرورتی هم نداره به این نظام میگن مثلا نامتوازن یعنی توازنی بین ایالت ها وجود نداره آگاهانه هم این کار میکنن نه اینکه امتیاز ویژه ای بدن آگاهانه این کار میکنن دلایل خودش هم داره. اما مثلا برای سویس سوئیس یا آلمان یا اتریش خب اینا تمام اگر قانونی رو تصویب میکنن میگن صلاحیت ایالت ها اینه صلاحیت دولت مرکزی اینه برای همه یکسانه یعنی سطح مر... سطح حقوق و اختیارات ایالت ها توازن داره با هم دیگه به این خاطر به نظام فدرال مثلا میگم آلمان سوئیس، اتریش میگن متوازن به نظام مثلا فدرال کانادا و اسپانیا به خاطر مسائل ویژه‌ای که دارن مسائل منطقی که دارن میگن نامتوازن خب این از لحاظ تقسیم صلاحیت هست. ما یک نوع تقسیم بندی دیگه هم داریم اونم برمیگرده که به این که البته که دلوتون خواست این نظام فواید و معایبه هر دو تا نظام میتونیم بررسی کنیم خب ولی, ولی فعلا تقسیم بندی خب نظام مثلا آمریکا رو در نظر بگیریم برای قیاس با آلمان هر دو نظام فدرال هستند در آمریکا بعضی از حوزه های سیاست هستند که هم حکومت مرکزی اختیارات داره و هم ایلات اختیارات دارند یعنی دستگاه های اداری همزمان در کنار هم هستند ولی با هم همکاری دارند خب به هر حال ستون نظام سیاسی اینجوری که دو استوانه ایه به این میگن دوال سیستم آل فدرال یعنی هم حکومت مرکزی تقسیم کرده این مال تو این مال تو ولی به حال از بالا تا پایین هم حکومت مرکزی و هم حکومت ایالتی ارگانه خودشونو دارن گفتم مثلا آمریکا اینجوریه آلمان اما سیستمی که تو آلمانه بهش میگن کوپراتیف یا تعاونی یعنی ایالت ها قدرت خیلی زیادی در مرکز دارن مرکز هم خیلی قدرت زیادی در ایلات داره به این شیوه مثلا میگن 60 70 درصد قوانینی که در پارلمان ایالتی ارزم میخوام پارلمان فدرال که تصویب میشه ایلات ها اجرا میکنند یعنی حکومت مرکزی این اختیارات به ایلات داده این کارها رو خودشون حل فصل کنند اما از یه طرف هم خود ایلات هم در تصویب این قانون مشارکت داشتند یعنی قانونی نیست که ایلات موافقش نباشند این دو خیلی در هم تنیده هند. مثلا نمونه کوچولو میارم بعضی از اه، اه، حوزه ها هستن فقط مال ایرات هست مثلا پلیس 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 ایلاتی داریم ما تو آلمان پلیس سر یعنی. نداریم در این حال یک پلیس فدرال هم داریم که قبلا بهش میگفتند پلیس مرزی الان بهش میگن پلیس فدرال مثلا طبق اون الگویی که تو آمریکا هست که آی خب ولی این پلیس فدرال خیلی رابطه تنگاتنگ داره همکاری تنگاتنگ تنگ داره با خب با پلیس پلیس ایالتی این در ارتباط با سازمان امنیتی هم همینه و یا قانون کار قانون کار قانون فدراله ولی در ایالت اجرا میشه اینا با هم همکاری دارند که این قوانین جوری اجرا بشه این مسئولیت رو کیا داره این علاته دارن یعنی اجرای قانون کارا نمونه دیگه مثلا ما در آلمان که یک کشور دولت اجتماعی کشوری که دولت اجتماعی نامشه ام و ام قانون تامین اجتماعی نقش خیلی عمدی رو بازی میکنه میگه که قانون تامین اجتماعی رو شرا اجرا میکنند شهرها اجرا میکنند می ولی این قانون هرچند سراسریه فدراله ولی هر کدوم از شهرها کمونها خودشون از پول خودشون پول مثلا ما اینجا میگیم سوسیالیفه یا پول تامین اجتماعی کمک اجتماعی اجتماعی رو میدن این در حال رابطه تنگاتنگی میخوام بگم که بین قوانین فدرال و قوانین ایالتی وجود داره ارگانه فدرال و قوانین و ارگانه ایالتی وجود داره این دو خیلی تنگاتنگه یعنی رابطه شون خیلی هم تصور میکنن که خب عملا همه چی یعنی بیشتر چیزهای مهم در قانون در حکومت فدرال در پارلمان فدرال تصویب میشه دیگه خب میگه خب ایالت ها چه اختیاری دارن ولی نمیدونن که یا در نظر نمیگیرن که خب تو تصویب این قوانینی که تو حکومت فدرال ها تصویب شده در پارلمان فدرال تصویب شده خود ایالت ها مشارکت داشتند اونم به شکل شورای فدرال ایالت ها یعنی قوانینی که به بلاواسطه ب... بلا به به حقوق ایالات برمیگرده به صلاحیت های برمیگرده ایالات باید موافقت کنند در, غیر غیر صورت قانونی تصدیق نمیشه باش کس رو برو میشه حالا به این بخش این خب به این, به این میگن کوپراتیو یا میگن لفظ عربیش تعاونی یعنی ها با حکومت مرکزی ارتباط خیلی تنگاتنگی دارند برخلاف گفتیم حکومت های نامتوازن تقریبا در کار همدیگه دخالت ندارند یعنی مثلا ایالت کاتالون یا باسکای اسپانیا تو کار حکومت اسپانیا زیاد دخالت نداره دخالت حکومت اسپانیا تو کار اون دخالت نداره چون یه منطقه فقط کوچولوییه و یا در ازم به خدمتتون در کانادا پس ما الان به دو نوع تقسیم بندی رسیدیم یه تقسیم بندی گفتیم این که ایلت خب از لحاظ به لحاظ تقسیم صلاحیت ها های متوازن داریم نامتوازن داریم از یه لحاظ دیگه ای از لحاظ در هم تنیدگی دولت مرکزی و دولت های دو نوع داریم دو نوع حکومت فدرال داریم حکومت فدرال دوال داریم یعنی دو ستونی داریم دوگانه داریم مثل آمریکا و تا آوانی داریم یا ه... که اهل تا با دولت مرکز خیلی همکاری دارند که نمونهش آلمانه این دو تقسیم مندی رو داریم حالا بخش دوم پرسش شما این بود که خب از نظر من کدوم برای ایران مناسب تره؟ کدوم از این سیستما قبل از اینکه به این پرسش پاسخ بدیم باید به این پرسش پاسخ بدیم که ما چقدر می‌خوایم اختیارات در حکومت بمونه چقدر میخوایم صلاحیت در بیال... صلاحیت ها به اعطا بشه یا برعکسش صریح تر سوال کنم آیا اموری که من میخوام حل فصل کنم خودم به مرکز اعطا کنم یعنی و خودم در مرکز تصویب کنم بعد اجراش بخونم بشه مال خودم باشه قوانین اجراییش یا اینکه اصلا کل کل قوانین در خود ایالت تصویب بشه خب بخشیشم که تو مجلس فدرال تقسیم بشه یعنی من میخوام مرز یعنی این تفکیک باشه یا نباشه به عقیده من با توجه به اینکه ما در ایران یک عقلیت کوچک نداریم ده درصدی 15 درصدی فقط کرد مثلا نیست ما ملیت مختلف داریم مناطق مختلف داریم اه، اه، شکل تعاونی نظام فدرال بهتره دستکم برای یک, یک مرحله سی چهر سال پنجه سال یعنی قدرت من در مرکز بیشتر باشه و در مرکز در واقع قوانین تصریب بشه تا اینکه مرکز یک سری از حقوقی داشته باشه منم یک سری حقوق داشته باشم تفکیک کنی این مال تو این مال من یعنی شکل کوپراتیو نظام فدراتیو و یا تعاونی نظام فدراتیو از نظر من مناسب تره برای تقویت همبستگی و برای اینکه این شک و گمان هایی که وجود داره که گویا نظام فدرال ایران از هم میپاشه و استرکتور ایران باقی نمیمونه به این صورتی که هست و هر کدوم ساز خودشون میزنند پاسخش اینه که خب باشه ما دو چند نظام فدرال داریم بیا این نظام فدرال رو ما برگزینیم کمه در مرکز با هم بشینیم با این تفاوت فقط که ایالت ها مثل برنامه آلمان حق وتو داشته باشند یعنی چیزی که بابت من نیست اونجا تصویب نمیشه ولی که تصویب شد دیگه با هم تصویب شده دیگه یعنی همه بهش رأی دادن به موقعی که بهش رأی دادن دیگه خب این به این شکل به این شکل نخواهد بود که هر کسی ساز خودشو بزنه نمیدونم تا چقدر مفهوم هست این بحث این بحث تئوری که خیلی گسترده ایه در این من مورد میخوام سال من فکر میکنم زیاد باشه آه. و هنوز مسائلی و گوشه هایی هستش که باید روشن بشه اما برنامه امروزمون متاسفانه وقتش تموم میشه و ما مجبوریم در برنامه دیگه به این مسئله جواب بدیم اما به خاطر اینکه مسائل پراکنده نباشه بتونیم بحث رو با هم انجام بدیم همین امروز برنامه هفته آینده را ضبط میکنیم و در هفته آینده پخش میکنیم